سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو آغاز میکنیم. قبل از شروع برنامه من با توجه به یک مقاله‌ای که خانم میرزادگی هفته گذشته در مورد مسئله حجاب نوشته بودند و به نظر من نکات جالبی درش بود، به ایشون گفتم که ما به حال برنامه اون فرهنگی حجاب هم یک مسئله فرهنگیه، چرا همون مطالب رو با توجه به طبیعت یک برنامه تلویزیونی اینجا مطرح نکنیم و راجع به این صحبت بکنیم؟ و ایشون هم پذیرفتن. اینه که این هفته نوبت ایشونه و میشینیم پای صحبت ایشون. با سلام بر شما. چون بحث از حجاب بود آقای نوریالا، من هم حرف شما رو پذیرفتم. زنها باید حرف بزرگترشون رو بپذیرن مگر حجاب بداده ما برسه. همطور که آقای نوریالا گفتن، امروز من میخوام راجع به حجاب صحبت بکنم، به خصوص این که در این دو سه هفته اخیر در ایران هر کجایی رو که هر کدوم از این آیت الله ها و این نشریات مخصوص زنان دولتی، همه جا سخن از اینه که ما باید یه فکری برای حجاب بکنیم و اون رو غلیظ‌تر بکنیم و اسلامی‌تر بکنیم. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم در این برنامه. اول اینکه ببینیم آیا این حجاب به این شکلی که موجود هست، یعنی اون چیزی که نشون داده میشه، در قرآن آمده یا نه. یکی از اون مواردی که میخوام صحبت بکنم اینه. مورد دیگه اینه که اگر حجابی وجود داره، این حجاب آیا همین حجاب اسلامی است که میگن، اسم گذاشتن اسلامی امروز جمهوری اسلامی، و یا کسانی که در کشورهای دیگه با تبلیغات و با پول دولت ایران سعی میکنن که این حجاب رو به عنوان یک حجاب اسلامی معرفی کنن. و بعدم اینه که آیا این حجاب اسلامی میشه بهش گفت یک نوع پوششه و خیلی کار بدی میکنن کشورهای غربی و حتی برخی از کشورهای سکولار شرقی مثل ترکیه، که جلوی این نوع پوشش رو در اماکن آموزشی خودشون میگیرن. این در واقع این سه مورده که من میخوام بهش بپردازم، به خصوص این که باز همطور که گفتم این جزو این تبلیغاتی که هست، اخیراً با شروع سال تحصیلی در ترکیه جلوی زنهایی رو که با پوشش اسلامی، باز تأکید میکنم و توی گیومه پوشش اسلامی، وارد محبت‌های آموزشی میشن میگیره. و در کشورهای اروپایی هم که الان چند سال از فرانسه شروع شد، یعنی فرانسه اعلام کرد که ما اجازه نمیدیم زنها باز توی گیومه با پوشش اسلامی وارد محوطه‌های آموزشی بشن، و امسال هم که دیگه بلژیک رسما جلوی زنهایی رو که با حجاب اسلامی وارد دانشگاه میشن این گرفتن. تأکیدی که شما روی حجاب اسلامی میکنید به معنی اینه که این یه پدیده متفاوتی با به طور سنتی حجاب؟ بله. پس بعد نیست یه چند تا عکس هم از این حجابای اسلامی نشون بدیم که منظور شما رو خودشون حتما من اینا رو گذاشتم که مرتب نشون بدم. تا قبل از این که جمهوری اسلامی بیاد، یعنی سایه‌شو بندازه، سایه سیاه و تاریکشو بندازه روی سرزمین ما، چیزی به نام پوششی که حالا زنهای ما بسیارشون بودن، یعنی پس از این که دوران رضاشاه تموم شد که در واقع حجاب رو به اجبار برداشتن،
پس از رفتن رضا شاه در دوران محمد رضا شاه در واقع پوشش برای زنها آزاد بود، یعنی هر زنی مایل بود میتونست چادر بپوشه، میتونست روسری بپوشه، میتونست بیچادر باشه، آزاد بود که هر نوع لباسی که میخواد بپوشه. در اون زمان در سراسر دنیا، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا، ما که سفر میکردیم میدیدیم که انواع زنها با هر لباسی ظاهر میشن. مثلا ما میدیدیم که زنان آفریقایی بودن که این یک چیزی مثل عمامه رنگی رنگ و رنگ میبسن به سرشون با گوشواره های بزرگ توی خیابون ها بودن، یا زنانی بودن که از هندوستان میامدن شکمشون رو لخت میذاشتن، زنانی بودن که روسری سرشون میکردن، زنانی بودن که چادر سرشون میکردن. حتی مثلا من یادم تو انگلیس زنا، مثلا ملکه انگلیس وقتی هوا سرد بود همین روسری سرش میکرد، اینجا هم گره میزد. زنهای اروپایی هم یا آمریکایی هم خیلی عادی بود که تا سردشون میشد یه روسری میبستن سرشون یا کلا سرشون میذاشتن، که الان عجیبه که ظرف مثلا این 10-15 سال گذشته من ندیدم که زنهای آمریکایی روسری ببندن. اونایی که مسلمون نیستن روسری ببندن، معمولا کلاه میذارن. یعنی الان همه سعی میکنن که مشخص بشه این، حالا دلایلش هم میگم براتون، نه اینکه عیبی داشته باشه مسلمان بودن. پس از انقلاب، یعنی اولین باری که آیت الله خمینی اعلام میکنه که زنها باید با پوشش برن و این زن در ادارات دولتی، در ظرف 24 ساعت، یعنی در واقع در یکی دو روز مانده بود به 8 مارس سال 58، یعنی قبل از روز جهانی زن یکی دو روز مانده بود که آیت الله خمینی اعلام کرد که باید زنها در ادارات نشون بدن که کشور اسلامیه. و با اینکه زنها خیلی اعتراض کردند و گفتن قرار بر این نبوده که یه همچین بلایی سر ما بیاد، ولی طبق معمول اونها هر کاری تونستن بعد از اینکه بر خر مراد سوار شدن، هر کاری تونستن کردن و بیشتر از همه هر بلایی که تونستن بر سر زنهای ما آوردن. به هر حال ظرف کمتر از یک هفته بر اساس اعلامیه‌ای که فرستادن برای تمام مراکز دولتی در ایران و خارج از ایران، تمام زنهای ناچار شدن با روسری وارد ادارات بشن. در خارج از ایران ما سفارتخانه ها رو داشتیم، مؤسسات وابسته به دولت رو داشتیم، نمایندگی ها رو داشتیم، حتی مثلا بانک های ملی در خارج از کشور، دفاتر هواپیمایی، هر چیزی که دست دولت رو اون بود، یا اینکه حتی خصوصی بود ولی ناچار بودن با دولت ارتباط برقرار کنن، ناچار شدن به زنهاشون بگن که برید و روسری سر کنید. و جالبه که 99% این زنها زنهایی بودن که بیهجاب بودن، یعنی در اون موقع خب اکثر زنهای کار اداری میکردن بدونی که اجباری باشه، بیشترشون بدون پوشش بودن یا اینکه از همون احتمالاً اون روسریه رو سرشون میکردن. ولی وقتی بهشون گفتن پوشش اسلامی معناش این بود که موتون نباید بیرون باشه. این زنها شروع شد لباس آخرین مد، که یکی از این عکسایی رو که من گذاشتم الان نشون خواهند داد، لباس آخرین مد رو می پوشیدن در فرانسه و لندن و آلمان آمریکا، و بعد اون روسریه رو می بستن، روسریشون هم اغلب مارکدار بود، می بستن سفت و سخت به سرشون، و این یه فرم پوشش شد که به اجبار در واقع زنهای ما از اون استفاده کردن. بسیاری مثلا خیابون استفاده نمی کردن ولی می رسیدن سر کار استفاده می کردن. بعد کم کم روشون فشار آورده شد، به سفارتخونه ها اخطار کردن که باید به زنهاتون بچهاتون حتی بگین که وقتی میرن در مدرسه و در سر کارشون این کارو بکنن.
و اونها همه ناچار شدن. البته بیشتر سفارتخونه ها افراد تازه می آمدن و همشون کسانی بودن که وابستگان جمهوری اسلامی بودن، اونها هم شروع کردن. و غیر از اون در سالهای بعد ما می بینیم که جمهوری اسلامی پولهای کلانی خرج کرد برای اینکه در کشورهای آسیایی، شرقی، آفریقایی و برخی از زنها رو، به خصوص مثلا زنی رو ما میدیم که در مصر بوده، پول زیادی دیگه، مثلا هنرپیشه‌ای بوده که دیگه داشته بازارش از دست میده، از اون هنرپیشه‌ای بوده که لباس سکسی هم میپوشیده، ایشونی پول هنکفتی میگیره و اعلام میکنه که شب خواب دیده که بهش گفتن برو زیر حجاب، این خانم میره زیر حجاب، اما صورت آرایشی میکنه که در واقع در زمان با بیکینی هم این آرایش رو تو وقتی ظاهر میشد نمیکرد، اما سرش همونطور سفت و سخت میبنده و میاد و این رو میگن حجاب اسلامی. در ترکیه پولهای زیادی میدن، حتی مایوی اسلامی درست میشه، یعنی یه لباس از بالا تا پایین چسبون میپوشن و سرشون رو میبندن که باز هم این رو بهش میگن حجاب اسلامی، که دیگه با آرایش و با اینها، و اینها همه تبلیغات جمهوری اسلامی بود. این چیزی که من اول گفتم توی گیومه حجاب اسلامی، حجاب اسلامی یعنی این، یعنی این که این پوشش مذهبی نیست. ما تا اونجا که یادمون می آمد و تا اونجا که می بینیم اکنون در کشورهای دیگه، مثلا مثل عربستان که حتی زنها تمام گردی صورتشون رو بیرون می زارن، مچ دستشون بازه. من حتی در مکه دیدم زنها کاملا سرشون، یعنی موها بیرون و گردی صورت، دستا، و هیچ کس مانشون نبود، همون پاهاشون حتی بیرون. و این نوع حجاب هایی رو که اینها استفاده می کنن یک حجاب خاصیه که در واقع جمهوری اسلامی به عنوان تبلیغات برای خودش از اونها استفاده کرد. این تبلیغات همونطور که اول آمدن هی گفتن بله این امپریالیست ها، این شیطان بزرگ، این شیطان کوچک، از زنهای ما، از بدن زنهای ما داره استفاده میکنه، در پوسترهای تبلیغاتی خودشون از اینها استفاده میکنن. اونها اومدن به جای اینکه در پوسترهای تبلیغاتی خودشون، حکومت اسلامیشون، از مثل شیطان بزرگ از زنهای استفاده کنن که بی حجاب هستن، یا مثلا مایو پوشیدن، یا مثلا گردنبند انداختن نمایش میخوان بدن و تبلیغات کنن، اینها آمدن از بدن زنها، از صورت زنها استفاده کردن برای این که بگن جمهوری اسلامی، برای این که جمهوری اسلامی هیچ چیز جاذبی در هیچ کجای دنیا برای کسی نداشته، برای انسانهایی که وجود دارن. باید یه جوری مردم رو متوجه کنن. چگونه متوجه کنن؟ با بدن زنها، با صورت رنگ کرده زنها و اون روسری عجیب غریبی که میبندن. اما این کافی نبوده. اونها در تبلیغاتی که میکنن در کشورهای خارجی مرتب مینویسن که مردها، زنهای با حجاب براشون جاذبه بیشتری دارن، در حالی که ما در مذهبمون، در مذهب اسلام، اونجور که اینها میگن، میگن حجاب یا عفت یا عصمت، هر چی که میگن، برای اینه که جلب توجه کسی نکنه. این که کاملا در تضاده که شما دائم تبلیغ میکنین که اگر میخواین مردها به شما بیشتر توجه کنن، چون مردها بر زن بیچادر راز و رمزی نداره، بهتره که شما حجاب داشته باشین که مردها براشون راز و رمز داشته باشه. یعنی یک نوع تبلیغات مبتذل که به درد مردان که از نظر روانی بیمارن، که زنی رو که خیلی راحت طبیعی میتونن ببیننه جاذبه براش نداشته باشه، ولی یه زنی رو که تمام بدنش رو در کفن میپوشونه و یه کله میذاره بیرون و صورت رنگ کرده براش جاذبه داشته باشه. البته
البته که در کشورهای خارجی نه تنها مردها، زنها هم برمیگردن به این چیز عجیب و غریب نگاه میکنن، به عکس گذشته که زنهایی که روسری داشتن یا حتی چادر داشتن، حتی مقنعه داشتند، زنهای عربی که می آمدن کسی بهشون عجیب و غریب نگاه نمی کرد، فکر می کرد اینم یه پوششه، خب سنت مذهبشون استفاده می کنن. اما الان برمی گردن نگاه می کنن که اگر این حجابه پس اون رنگ و روغن چه؟ فقط این رنگ و روغن رو تو ایران جلوشو می گیرن، زنها رو می برن تازیانه میزنن، جریمه میکنن، بازداشت میکنن، ولی بیرون از ایران تبلیغ میکنن که اینجوری بپوشن. اصلا این نکته رو زودتر از همه هر کشوری، کشور ترکیه متوجه شد، یعنی آمدن و در سال 1981 یک کودتایی شد در ترکیه، کودتای نظامی ها بود که در واقع آمدن یه سری از تروریستای خیابونی رو اینها رو بتونن کنترل بکنن، جلوشو بگیرن. یکی از قوانین رو که گذاشتن این بود که کسی نمیتونه با حجاب اسلامی، یعنی همون حجاب عجیب و غریب، وارد مؤسسات آموزشی بشه. توجه کنید در این قانون دقیقا نوشته شد که زنها میتونن با اون پوشش اسلامی که از زمان در زمان عثمانی، امپراتوری عثمانی، یه چیزی بود زنها مینداختن، مثل شالی مینداختن گردنشون، سرشون و گردنشون، میتونن با اون وارد مؤسسات آموزشی بشن که همچنان که بود، ولی با این پوشش نمیتونن وارد بشن. خب بگذاریم که دوباره، چون این در واقع یکی از کارهایی که ارتش ترکیه میکنه در واقع جلو حفظ اون قوانین سکولاریه که در این کشور از زمان آتاتورک وجود داشته. در این قوانین سکولار که کشورها، یعنی کشورهایی که مذهب از حکومت جداست، یعنی فرزن آیت الله ایکس هم ممکنه بره خودشو کاندیدا بکنه برای اینکه بشه رئیس جمهور یا نشه، اما نمیتونه مذهب خودش رو، مذهب اسلامو، یا اگر مثلا مسیحی باشه مذهب مسیحیت رو تبلیغ بکنه. یعنی تبلیغات مذهبی از آموزش و پرورش جداست. این از قانون اساسی، از قانون اساسی هم جداست دیگه. بله، یعنی در قانون اساسی هم مذهب نیست. مسائل زمینی که آقای دکتر نوریالا در این برنامه بارها راجع به این مسائل صحبت کردن. اما بعد از مدتی که این حزب عدالت و توسعه از این چیزها آمد، که افرادی مذهبی هستن که آمدن رفتن و طبق قوانین سکولار تونستن برن رئیس جمهور بشه و خانم رئیس جمهور و نخست وزیرم از این چیزا میبندن، همون جور حجاب اسلامی میپوشن. یعنی مثلا خانم اردوغان، ایشون که اونطور که نشریات مینویسن هزارها دلار خرج سالانه خرج لباساشو میکنه و چیز داره، در واقع خیاط مخصوص داره، مدیست مدساز مخصوص داره، ولی همه لباسای چسبون میپوشه، اما باز دوباره همون جوری کلهشو میبنده که در واقع اونها هم دارن یک جوری برای اسلام، جمهوری اسلامی که هنوز نیامده و آرزوشو دارن شاید، تبلیغ میکنن، اگرچه اونها معتقدن که نه، ما سکولار هستیم و تبلیغی نمیکنیم. دوباره دو سال پیش باز یک عده از مردمانی که احترام میذارن به قوانین سکولار ترکیه شکایت بردن
به مجلس و نمایندگان نشستن و حتی نمایندگانی که بسیارشون اعتقادات شدید مذهبی داشتن، مذهب اسلام، اینها گفتن بله این با قانون اساسی ما در تضاد، که نمیتونن کسانی برن داخل مجلس، داخل مزرعه میخوام، داخل مدارس، ادارات دولتی و مؤسسات آموزشی که دارن برای مذهب خاصی تبلیغ میکنن. اکنون در واقع در تمام کشورهای سکولار ما میبینیم، مثلا بعضی از ایالات امریکا هم این کار شروع شده، یعنی ضمن این که ما در کوچه و خیابون میبینیم هر نوع زنی رو میبینیم، هیچ کس، این خانم هایی که از ایران میاد همشون روسری دارن، هیچ وقت کسی جلوشون نمیگیره، ولی تا حالت این پیدا میکنن که اینها میخوان تظاهر بکنن به این که ما به این دلیل داریم میایم که مسلمانیم و میخوایم تبلیغ بکنیم، جلوشون گرفته میشه. یه اصطلاحی این روزا مود شده، میگن طرف تابلو شده، اینم یه همچین شکلی توی خیابون. بله، در واقع اینا تابلو شده و به همین دلیله که در واقع کسانی که معتقدن پوشش، آزادی پوشش، حق حقوق بشری هر انسان قرن 20 و 21 هرچی هستش و هیچ کس نمیتونه اگر بخواد حقوق بشر رو بهش توجه کنه، نمیتونه به کسی بگه که شما چه پوششی باید داشته باشی، چه رنگی بپوشی، بی حجاب بیا یا با حجاب بیا، نمیدونم سبز بپوشی یا زرد بپوشی. اما اگر که کسی هیچ وقت در هیچ کجای حقوق بشر، به قول نمایندگان مجلس ترکیه گفتن بله در قوانین حقوق بشر کسی نمیتونه به کسی بگه چی بپوش چی نپوش، ولی در هیچ کجایی نیامده که اگر کسی بخواد با لباس تبلیغ مذهب بکنه نباید جلوشو گرفت. در واقع این نوع پوشش تبلیغ مذهبه و به همین دلیل هم هست ما میبینیم که در ایران از نزور خاری رو شکل دیگه ای بهش دادن، آمدن گفتن نمیدونم چیچی قرض با وام بانک اسلامی، نمیدونم تلویزیون که ممنوع بود گفتن اینجوری، عکس گفتن فلان، هر مسئله اسلامی رو اینا یک هر مسئله غیر اسلامی رو یه اسلامی بهش چسبوندن، مجازش کردن جز مسئله حجاب زن. به خاطر همین در واقع الان مسئله حجاب زن برای اینا شده تنها هویتشون که بگن ما هستیم، اسلام یعنی این، یعنی زنا زیر چادر باشن، هر روزم سخت‌تر برشون بگیرن. ولی این که آیا این حجاب اسلامی هست یا نیست، نه اسلامی نیست. این رو علمای، چه علمای اهل تسنن در کشورهای مثل عراق، ترکیه، مصر، که حتی در قوی ترین علمای اهل تسنن در اونجا در دانشگاه الازهر، اونجا در واقع هر چی که اونا میگن همه جای دنیا مسلمانان به حرفشون گوش میکنن، اونها به این اعتقاد دارن که حجاب معناش این نیست که بیان زنها رو زیر پرده بکنن یا سر و گردن و همه بدنشون رو به این شکل بپوشونن. ما در قرآن در دو سوره، یکی سوره احزاب، یکی سوره نور داریم که از چیزی به نام حجاب صحبت میکنه که همه معتقدن این حجاب و به معنای در پرده بودن، از جمله حتی آیت الله مطهری هم که الان پسرش چسبیده که باید حجابو سفت‌تر کرد و سخت‌تر کرد، معتقده که این حجاب به معنای در پرده رفتن برای فقط زنان پیامبر بوده و مثل اینکه بعد از ماجرای
عایشه یکی از زنهای پیغمبر بوده که وقتی که اون شایعات یا هرچی در ارتباط با غلام عایشه به گوش میرسه سر و صدا بلند میشه و در واقع این رو به خاطر در واقع این مسئله میگن زنان پیامبر نمیتونن در مجامع حاضر باشن و همطور سر برهنه بیان در بین مردم و باید در پرده باشن و حتی میخوان که صحبت بکنن از پشت پرده صحبت کنن و حتی وقتی میگن زینت خود رو بپوشانن که این آخوندا میگن که زینت منظور اینه که بدن و زیبایی ها زن و نخیر جواهراتشون رو دقیقا منظور بوده که از سر و صدای این خلخال هایی که به پاشون میبستن طلا و اینا پوشونده بشه. در حجاب در اسلام اون گونه که مسلمانان آیت الله های بزرگ یا شیخ های بزرگ جهانی میگن در واقع پرهیز داشتن با عفت بودن منزه بودن و خود را پوشاندن یعنی تظاهر نکردن به جلب توجه نکردنه، همطور که برای مردها هم میگن جلب توجه نباید مثلا زینت آلات به خودشون ببندن جلب توجه کنن. هیچ کجا این شکل و شمایلی که جمهوری اسلامی ساخته و معتقد زنها باید این کارو بکنن یا اون چادری که میبندن که یه دماغشون یا چشمشون پیداست، این حجابی نیست که در قرآن بوده باشه و البته در حل المسائل آیت الله های ما تا بخواین از این چیزها وجود داره، ولی نه ربطی به حقوق بشر داره و نه ربطی به اون چیزهایی داره که در قرآن و در اسلامی که همه جای دنیا شناخته شده تره و اسلامی که سیاسی نشده این حجاب وجود نداره. این حجاب خاص جمهوری اسلامی و خاص حکومت سیاسی است که میخواد از بدن زنها و از به نمایش گذاشتن اونها سوء استفاده کنه.